سوریه، عراق. حملات هوایی به رهبری آمریکا به شهر کلیدی در امتداد مرز سوریه و ترکیه انجام شد، جایی که در آن نیروهای کردی با گروه دولت اسلامی در نبرد. هنگ کنگ، مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی مراسم روز ملی چین را به تمسخر گرفته و از متفرق شدن خودداری کردند. اوکراین، در نخستین روز آغاز مکاتب به اثر انفجار یک راکت در دونتسک، شهر تحت کنترل شورشیان، حداقل 10 تن کشته شد. افغانستان، در یک حمله انتحاری که هدف آن بس حامل سربازان اردو بود، حداقل 7 تن کشته و 15 تن زخمی شد. ژاپن، با ادامه تلاش ها برای نجات، تاکنون شماره کشته شدگان از اثر فوران آتش فشان کوه آنتاکی به 48 تن افزایش یافته است.